به نام خدا. فیلم ششم از مجموعه درس هیدرودینامیک پیشرفته رو در خدمت شما هستیم با عنوان فشار هیدرواستاتیک در یک سیال یا همون استاتیک سیال رو میخوام یه توضیحات مختصری در این قسمت خدمت شما بدیم. منبعی که استفاده میکنیم کتاب مکانیک سیالات های دکتر سیف هست، از صفحات 55 تا 92 مطالبی رو در این زمینه ارائه کرده که اینجا یک مروری روش انجام میدیم. در ارتباط با تغییرات فشار هیدرواستاتیک، اگر که ما خاطرمون باشه بست تیلور رو به این صورت ما تعریف میکردیم که fx به علاوه dx برابر است با fx به علاوه dx روند f به روند x به علاوه dx به توان 2 بخش بر 2 فاکتوریل در روند 2 f به روند x و همینطور الی آخر. خب اگر که ما این به چه مفهوم هست؟ اگر ما مقدار تابع fx رو داشته باشیم و بخوایم یه اپسیلون اونورتر و اندازه یه دی ایکس اونورتر مقدار تابع اف رو به دست بیاریم، از بست تیلور چیکار می‌کردیم؟ استفاده می‌کردیم که در مقدمات ریاضی که خدمت شما گفتیم یه مقدمه در این زمینه ارائه شد. با توجه به المان سیالی که اینجا در نظر گرفتیم، اگر که ما فشار در نقطه آ رو داشته باشیم و فشار در نقطه بی رو بخوام به دست بیاریم، فرض بکنیم که اضلاع هر یک از این قسمت‌هایی که مکعبی که داریم دی ایکس، دی وای و دی زد در سه جهت ایکس و وای و زد باشه، در نتیجه اینجا فاصله نقطه بی تا نقطه آ برابر با دی ایکس خواهد بود، بنابراین پی بی برابر است با پی آ در دی ایکس در روند پی به روند ایکس به علاوه دی ایکس به توان 2 بخش بر 2 فاکتوری روند 2 پی به روند ایکس و همینطور الی آخر. اما نگاه کنید مقدار مثلا دی ایکس خیلی عدد کوچکی هست، به طوری که ما که به توان 2 یا توانهای بالاتر میرسه عدد خیلی خیلی ناچیز میشه، بنابراین ما از جملات مثلا توان 2 و بالاتر از اون صرف نظر میکنیم. میشه چی؟ میشه پی بی برابر است با پی آ و علاوه روند بی به روند ایکس دی ایکس. این میشه فشار در نقطه پی، در نقطه بی که اینجا داریم. خب حالا ما میخوایم تعادل نیروها رو در این قسمت بنویسیم در راستای x. ناکنید در راستای x ما این دوتا وجه به اصطلاح عمودی رو مد نظر قرار میدیم که به صورت سطح BCEG و سطحی که در طرف مقابلش هست ADFH رو در نظر بگیرید. فشاری که در اینجا هست به چه صورته؟ اگر فشار در مرکز المان رو برابر با مقدار P ما در نظر بگیریم، فشار در این سطح به چه صورت خواهد بود؟ یعنی در سطح اولی که شما دارید میبینید برابر است با پی به علاوه روند پی به روند ایکس ضرب در دی ایکس به توان 2. چرا؟ چون پی در مرکز المان هست. اگر که شما فاصله شو تا این زل بیاد در نظر بگیرید، کل این زل برابر با دی ایکس هست، نصفش میشه دی ایکس دوم. در طرف مقابلش میشه منفی دی ایکس، یعنی شما از وسط به سمت به سمت مقابل که حرکت میکنید میشه منفی ایکس دوم، منفی دی ایکس دوم. پس بنابراین مقدار پی برابر است با روند پی به روند ایکس ضرب در منهای دی ایکس تقسیم بر 2. این میشه فشار در دو سطحی که اینجا داریم. حالا اگر که ما تعادل نیروی رو بنویسیم، این فشار در هر سطح رو باید در خود مساحت مقطع ضرب بکنیم. خب به چه صورت میشه؟ ما میگیم منفی این فشار در سطح اول به علاوه فشار در سطح دوم ضرب در خود مقدار مساحت ها. اگه بکنیم مقدار نیروی وارده در هر ضلع مشخص میشه. بعد میگیم به علاوه fx dx dy dz که اینجا منظور از fx نیروی حجمی هستش که بر المان ذره وارد میشه در راستای x، یعنی ما یک مؤلفه از یک نیروی حجمی رو در نظر میگیریم در سه راستا. الان فقط راستا x رو داریم مد نظر میگیریم و فقط اینجا fx ظاهر میشه. وقتی که اینها رو با هم دیگه مثلا در نظر میگیریم و ساده میکنیم، اینجا بعضی از پارامترش با هم دیگه حذف میشه با توجه به علامت مثبت منفی که وجود داره. و دقت هم داشته باشید که با توجه به اینکه ما این دوتا زل رو در نظر میگیریم، مساحتی که اینجا داریم چون میخوام نیرو در راستای x به دست بیاد، کدوم مساحت رو مد نظر قرار میگیره؟ همین مساحتی که اینجا داریم نشون میدیم که میشه دی وای ضرب در دی زد، دی وای ضرب در دی زد. این میشه مساحت هر یک از این سطوحی که اینجا شما دارید میبینید. خب اگه به جای آ هم این رو جاگذاری بکنیم، در نهایت این رابطه خلاصه میشه به این صورتی: منهای روند پی به روند x دی x دی وای دی زد به علاوه f x دی y دی z برابر است با 0. پس بنابراین موقعی که اینجا ما المان های حجم رو که اینجا داریم هم ساده بکنیم، یعنی dx دی y دی z هم حذف بشه، میشه f x برابر است با روند پی به روند x، یعنی المان
نیروی حجمی، مؤلفه نیروی حجمی در راستای x که داریم میشه روند پی به روند x که در اینجا به این صورت به دست میاد. همینطور اگر ما همین فرایند رو در دو جهت دیگه هم به دست بیاریم، در نهایت خواهیم داشت f y برابر است با روند پی به روند y و f z هم برابر است با روند پی به روند z، همون رابطه f x اینجا هم به دست میاد. اگر که این رو به صورت عملگر گرادیان بخوایم نشون بدیم که قبلا گرادیان رو خدمت شما معرفی کردیم و معرفه حضور هست، میشه نابلا برابر است با روند به روند x در راستای i به علاوه روند پارامتری که هست که اینجا p هست به روند y در راستای j و علاوه روند p به روند z در راستای k هستش، که این رو به صورت f برابر است با مثلا نابلا p میتونیم به این صورت اینجا نشون بدیم. اما نگاه میکنیم ببینیم که در مؤلفه نیروی حجمی که بر یک سیال داره وارد میشه فقط در راستای عمودی نیروی وزن هست و در راستای افقی ما وزنی رو نداریم، یعنی نیروی حجمی رو نداریم، و راستای وزن هم که در جهت عمود و در راستای مؤلفه کاه خواهد بود. پس بنابراین fx و fy برابر با صفر خواهد بود و مؤلفه وزن هم به صورت روجی به اصطلاح b نوشته میشه که اونجا v رو چون در راستای در به قول معروف مبنای حجم سیال داریم در نظر میگیریم، حجم المان داریم در نظر میگیریم، این به صورت کا اینجا فقط خودش رو نشون میده، اینجا یک المان واحدی رو ما اینجا داریم که الان اون بی اینجا نوشته نشده. راستاش به چه صورته؟ راستاش در راستای کا خواهد بود. خب اگر که ما این رابطه ای که اینجا به دست آوردیم رو به اصطلاح بنویسیم میشه fz برابر است با منهای روجی برابر است با منهای گاما، یعنی اینجا حاصل ضرب روی ضرب درجه رو با گاما نشون میده. اگر مقایسه بکنیم این رابطه رو با چیزی که اینجا به دست آوردیم که گفتیم که fz برابر است با روند پی به روند z، در نتیجه به چه صورت به دست میاد؟ تغییرات فشار در راستای z برابر است با منفی گاما، یعنی این رابطه‌ای که الان اینجا ما به دست آوردیم. و از طرفی هم داریم که روند پی به روند x برابر است با 0، روند پی به روند y هم برابر است با 0. پس بنابراین موقعی که اینها رو به صورت، یعنی خود تغییرات فشار در راستای x و y برابر با 0 هستش، یعنی این فقط تنها تابعی هست از یک راستا. پس بنابراین ما اینجا دیگه حالت روند رو، یعنی مشتق جزئی رو میتونیم به مشتق کامل تبدیلش بکنیم و اینجا دیگه ما از مشتق جزئی استفاده نکنیم. چرا؟ یه بار دیگه میگم، چون ما در چه موقع از مشتق جزئی استفاده میکردیم؟ به خاطر اینکه یک پارامتر رو تغییراتش رو بر حسب چند تا پارامتر دیگه می‌خواستیم بیان بکنیم، یعنی تابعی از چند تا پارامتر دیگه بود. ولی اینجا می‌بینیم که در راستای x و y تغییرات نداره، فقط z میمونه. پس بنابراین اینجا روند b به روند z تبدیل میشه به dp به dz، که وقتی که طرفین وسطی می‌کنیم که dp برابر است به منهای گاما در dz، به این صورت این رابطه به دست میاد. اما اگر که این رو در عمق‌های مختلف بخوام که فشار رو ببینیم، همینطور که از قبل هم می‌دونید برای انتگرال گیری نیاز به شرط مرزی هستش، لذا با توجه به این شکلی که اینجا مد نظر هست شما میتونید بگید که پی در زد برابر است با صفر، یعنی در سطح آزاد سیال که اگه اینجا ما در نظر بگیریم، اینجا محور مختصات رو روی سطح آب در نظر گرفتیم، اینجا سطح آزاد هستش و عمق‌های مختلفی که در اینجا نشون داده شده، فشار در این نقطه در سطح آزاد برابر با فشار اتمسفر هستش. میخوام ببینیم فشار در عمق زد چه مقدار خواهد بود. میگیم انتگرال از پی اتمسفر تا مقدار پی دی پی برابر است با انتگرال صفر تا زد منهای گاما دی زد، یعنی همین رابطه که اینجا داشتیم رو اینجا الان داریم انتگرال میگیریم در عمق‌های مختلف. خب در اینجا دقت بکنیم که پی منهای پی اتمسفر اگه این انتگرال بگیم برابر است با منهای گاما در زد منهای صفر، و از اینجا پی منهای پی اتمسفر برابر است با منهای گاما زد، بنابر این مقدار پی برابر است با پی اتمسفر منهای گاما زد. اما از اونجا که مقدار z منفی به دست میاد، یعنی شما در جهت z رو به سمت بالا مثبت گرفتید، مقادیری که در عمق‌های مختلف هست منفی به دست میاد، این منفی در این منفی ضرب میشه عدد مثبت به دست میاد، یعنی در عمق‌های مختلف فشار مثلا ما در هر عمقی که مد نظر هست از فشار اتمسفر بیشتر خواهد شد. به طور مثال اگه ما عمق h رو مد نظر داشته باشیم، z برابر است با منهای h، پس بنابراین p در نقطه یا در عمق h برابر است با p اتمسفر برابر گاما H. اما چیز دیگه که الان گفتیم که روند پی به روند y و روند پی به روند x برابر با صفر هست، یعنی ما در راستای x و y تغییراتی نداریم و فقط در راستای عمودی هست. این چه نتیجه رو به ما میده؟ میگه نتیجه میشود که در سطوح افقی هیچ گونه تغییرات فشاری وجود نخواهد داشت
و از آنجا که چنین تغییراتی وجود ندارد، یعنی اگر فشار در عمق از سیال مشخص باشد، کلیه نقاط هم ارتفاع دارای همان فشار خواهند بود. که اینو بهش میگیم قانون هیدروستاتیک. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که یک جسم رو اینجا داشته باشید که در یک صفحه به اصطلاح توضیح شده باشه فشارها، این فشارها در این عمق در همه نقاط برابر با همین مقدار پی اتمسفر برابر گاما اچ خواهد. چرا؟ چون ما در راستای ایکس و وای به اصطلاح حرکتی نداره سیار، چون حرکتی نداره پس بنابراین تغییرات فشار هم نداریم، فقط فشار هیدروستاتیک میمونه و اون هم برابر با این مقدار خواهد بود. که این یک قانونی هستش که ما موقعی که مثلا فرض کنیم نیروی بویانسی کشتی رو می‌خواستیم به دست بیاریم، از این قانون استفاده می‌کردیم و به اصطلاح در درس هیدروستاتیک به خاطرتون هستش که به چه صورت انجام می‌شد. اما اگر که اینجا بخوام یک مروری داشته باشیم بر محاسبه نیروهای هیدروستاتیک وارد بر یک سطح غیر مسطح، شما میتونید در اینجا یک سطحی رو به این شکل بیایید و در نظر بگیرید. فشاری که برش وارد میشه در المان سطح P ضرب در DA خواهد بود. در چه عمقی؟ در عمق H. در اینجا نگاه بکنید، اگه یه خورده ما این رو به صورت بزرگتر نشون بدیم، به صورت P ضرب در DA مؤلفه عمودی و افقی خواهد داشت، میشه DA کوسینوس تتا و DA سینوس تتا. در اینجا ما DFV نیرو در راستای ورتیکال عمودی رو بخوام در نظر بگیریم، میشه پی دی ای سینوس تتا برابر است با مقدار خود پی رو برابر با رو جی اچ اگر ما بنویسیم، با توجه به اینکه اینجا مقدار عمق رو برابر با اچ در نظر گرفتیم، میشه رو جی اچ دی ای سینوس تتا. خب اگر که ما این ستونی از سیال رو که اینجا مد نظر هست رو به صورت دی وی نشون بدیم، اچ دی ای سینوس تتا برابر با دی وی خواهد شد. پس بنابراین مقدار DFV که اینجا داریم، در اینجا این عبارت رو به صورت DV نشونش خواهیم داد همراه سینوس تتا، میشه رو جی DV. اینجا عاملی هستش که ما اینجا بهش میرسیم. پس H دی آ سینوس تتا همین DV خواهد بود، رو جی DV اینجا به دست میاد. اگر که ما این رو بیایم انتگرال بگیریم، مقدار FV برابر است با انتگرال روی سطح A، روی سطح کاملی که الان اینجا نشون داده شده، DFV که در نتیجه مؤلفه المان DA تبدیل میشه به V. خب در اینجا به چه منظور هست؟ FV برابر است با رو GV که اینجا ما نکنید یک ستونی از سیال رو اینجا در نظر گرفتیم، یعنی مقطعی که اینجا داشتیم DA رو زد در این ستون کردیم، این ستون آبی که این بالا هست به دست میاد. شما اگر روی کل یک مساحتی که اینجا دارید انتگرال میگیرید، در واقع شما دارید کل اون حجم آبی که اینجا وجود داره رو دارید چیکار میکنید؟ دارید این رو به اصطلاح حساب میکنید و محاسبه میکنید. بنابراین این بی کل حجم اون سیالی خواهد بود که اینجا موجود هست، یعنی در واقع همون رو جی نابلایی میشه که ما در درس هیدروستاتیک خدمت شما قبلا گفتیم برای محاسبه نیروی شناوری یا نیروی بویانسی کشتی از همین رابطه استفاده میکردیم. گفتیم این برابر است با به اصطلاح وزن آب جابجا شده. یعنی اگر که یک جسمی که آب جابجا میکنه در داخل این سیال فرو ببرید، میخواد حساب کنید که چه نیروی رو به بالا به این وارد میشه، میگی رو جی که رو به اصطلاح چگالی اون سیال هست، جی هم که شتاب جاذبه است، حجم کدومه؟ حجمی از سیال که جابجا شده. یعنی در واقع اینجا به خاطر همین هستش که ما حجم اون سیال رو مد نظر قرار میدیم. این سیالی هستش که اگه شما یه جسم شبیه به کشتی رو وارد آب بکنید، اینجا به اندازه این حجم آب جابجا میشه، پس بنابراین یک نیروی عمودی رو به بالا وارد میشه. در بحث دریایی و طراحی کشتی ما به این میگفتیم چی؟ بهش میگفتیم نیروی بویانسی، که نیروی بویانسی برابر با چی بود؟ برابر با نیروی وزن بودش. اما اگر که این رو برای نیروی افقی هم بخوایم محاسبه بکنیم که به چه صورت وارد میشه، این به صورت DFH برابر است با PDA کوسینوس تتا است. با توجه به تجزیه به اصطلاح نیرو در راستای افقی و عمودی به این صورت نوشته میشه، رو جی اچ دی آ کوسینوس تتا به دست میاد. اگر این رو روی سطح آ ازش انتگرال بگیریم، به این صورت نوشته میشه که انتگرال روی آ رو جی اچ کوسینوس تتا دی آ هستش. در نهایت این رو میتونید به صورت فشاری که بر به اصطلاح مرکز سطح داره وارد میشه، این رو به این صورت میتونیم بیان بکنیم که در اینجا FH برابر است با رو جی اچ سی پی ضرب در ای پی برابر است با پی سی پی ضرب در ای پی در اینجا به دست میاد. یعنی چی؟ یعنی که شما موقع که اینجا اچ سی پی رو به چه صورت میاد مینویسه، میگه من بالاخره اینجا فشار سیال رو که میخوام در نظر بگیرم، یک نقطه ای رو محل اثر فشار رو میام در نظر میگیرم، و وقتی که این به صورت رو جی اچ سی پی نوشته میشه، در واقع معادل این هستش که یک فشاری رو در یک ارتفاعی رو اومدیم در نظر گرفتیم که اینجا
اگر که شما یک ساعتی داشته باشید، اگر خاطرتون باشه، اینجا با توجه به توزیع نیروی استاتیک که یک نیروی خطی هستش، یه مرکز سطح مشخص میشد، در نتیجه پی سی پی رو به دست میاریم و در مساحت سطح تصمیم شده که ضرب بکنیم، که در واقع این نیروی فشار باید برای این سطح عمود باشه، مقدار نیروی افقی ما هم چی میشه؟ به این صورت به دست میاد که شما درس سیالات مثلا مسائل متعددی در این زمینه حل کردید، مثل دریچه سطح یک حجم یک ارتفاعی از آب پشتش وایساده بود، یک توزیع مثلا خطی فشار در نظر میگرفتید، مرکز سطح رو در نظر میگرفتید، فشار وارد در اون سطح در اون مرکز سطح درک میکردید، و مثلا اونجا اگه میخواستید که مومان وارد بر لولای یک دریچه سطح رو حساب بکنید حساب میکردید. این هم از همون قواعد هست، فقط اینجا یه بار دیگه خواستیم که یک مروری بشه. مرکز اثر FAV عبارت است از اگه شما اینها حالا فرق نمیکنه در راستای X، Y یا Z، شما هر بار گسترده یا فشار یا نیرویی که داشته باشید میخواید که این رو مرکز اثرش رو به دست بیارید. اینو چیکار میکنید؟ باز طبق روالی که از قبل هم آشنا هستید، میگید دی FAV ضرب در X برابر است با رو جی دی V، یا حالا این V رو اگر منظور مقدار آب جابجا شده باشه به صورت نابلا میخونن، میتونیم بگیم رو جی دی نابلا ضرب در X هستش، که اینجا ما میخوایم محل اثر مقدار X vertical force رو به دست بیاریم، X FAV رو به دست بیاریم. انتگرال اگر بگیریم میشه رو جی انتگرال روی حجم X دی V، اینجا X دی V هستش، انتگرال روی حجم گرفته میشه. و در این سمت هم اگه ما انتگرال دی F رو در نظر بگیریم، مقدار دی FAV رو در نظر بگیریم، خودش مقدار FAV خواهد شد، که این به دست آوردیم چگونه به دست میاد؟ رو جی ضرب در نابلا مقدار نیروی بویانسی هستش که به دست میاد، که در مخرج ظاهر میشه. در نهایت اینجا رو جی مخرج صورت که ظاهر بکنید، ایکس اف بی یعنی مرکز اثر نیروی عمودی برابر خواهد بود با انتگرال سگانه، یعنی انتگرال روی حجم ایکس دی نابلا بخش بر نابلا به دست خواهد آمد. این هم از این قضیه. و از طرفی هم میدونیم که مقدار نیروی برآیند رو که بخوام حساب بکنیم برابر است با برآیند نیروهای عمودی و افقی، یعنی رادیکال اف بی به توان 2 به علاوه اف اچ به توان 2. اما نیروی شناوری به چه صورت محاسبه میشه؟ فرض کنید که یک جسمی با یک شکل هندسی خاصی در داخل یک سیال قرار گرفته و زیر آب وجود داره. خب طبق روابطی که الان خدمت شما گفتیم، بدیهی هستش که فشار در سطوح تحتانی بیشتر هست از فشار در سطوح فوقانی. چرا؟ چون در اینجا عمق بیشتر هست، ارتفاع اچ بیشتر هست، یعنی شما فشاری که روی سطحی که به عنوان سرفیس 2 اینجا نشون داده شده بیشتر هست از بار یا همون فشاری که روی سطح سرفیس 1 وجود داره. اینو به چه صورت میخواید نشون بدید؟ اینو در نهایت میخوام بگیم که اون نیروی بویانسی که داریم ازش صحبت میکنیم ناشی از همین اختلاف فشار هستش، یعنی اف بی نیروی بویانسی ما برابر است با اف بی 2 منهای اف بی 1. اف بی 2 بیشتر یا کمتر یا اینا با هم مساوی هستند؟ میگیم اگر ما اختلاف ارتفاع داشته باشیم که داریم، یعنی اگر این سطحی باشه که داره آب جابجا میکنه، یعنی آب بند هستش، آب به داخلش نفوذ نمیکنه، خب اینجا مشخص است که اینجا داریم یک سیالی رو، یک وزنی از سیال رو داره جابجا میکنه. یعنی تفسیر اون به چه صورت میشه؟ اختلاف فشار بین سطوح فوقانی و تحتانی هستش، که حالا این رابطه رو در اینجا هم باز دوباره داریم الان به دست میاریم و میبینید که همین مفهوم خواهد بود. یعنی نیروی بویانسی ما چیزی جز اختلاف فشار بین سطوح تحتانی و فوقانی نخواهد بود، که اینجا با اف وی 2 سطوح تحتانی و سطوح فوقانی اومده نشون داده. به چه صورت هست؟ یک المانی از سیال رو اگه ما در نظر بگیریم به این صورتی که الان شما اینجا دارید میبینید، قسمت تحتانی رو یک المان سطحی رو در نظر بگیریم، فشاری که برش وارد میشه پی 2 هست، در بالا فشاری که وارد میشه برابر با پی 1 هست، همیشه هم که میدونیم فشار هیدروستاتیک عمود بر سطح و به سمت داخل هستش، پس بنابراین این دوتا به اصطلاح مؤلفه فشار طبیعتاً به اصطلاح در جهت مخالف هم دیگه قرار خواهند گرفت. اف بی به این صورت هستش که انتگرال روی حجم پی 2 منهای پی 1 ضرب در دی ای اچ، که اینجا با توجه به اینکه نیروها رو عمودی داریم در نظر میگیریم، سطحی که داریم مثلا در نظر میگیریم طبیعتاً فشار و سطح باید بر هم دیگه عمود باشن، پس بنابراین سطح اگر اینجا منحنی هم هست، ما سطح تصویر شده افقی رو مد نظرمون هستش، به خاطر همینم اینو با ای اچ هوریزونتال میاد نشون میده. خب در اینجا پی 2 به چه صورت نوشته میشه؟ گاما اچ 2، پی 1 به صورت گاما اچ 1، و تفاضل اینها رو در داخل انتگرال داریم. گاما اگر که در سطوح مختلف چگالی سیال یکسان باشه، که معمولا یکسان هم هستش، مثلا فرض کنید که یک گوی یا یک زیردریایی ما که در عمق آب داره، در قسمت فوقانی و تحتانی این خیلی اختلاف چگالی ما نخواهیم داشت،
چرا؟ اگر که مثلا شما تغییرات شکالی بین سطح آب و عمق مثلا 500 متری آب رو و 1000 متری آب رو در نظر بگیرید، خب این خیلی عددش ممکنه که بالاخره قابل ملاحظه باشه، ولی برای یک فرض کنید که یک زیردریایی که قسمت فوقانی و تحتانیش ارتفاعش مثلا 5 متر، 2 متر، 10 متر هست، خیلی اختلاف چگالی نخواهیم داشت. پس بنابراین این گاما رو میتونیم ثابت در نظر بگیریم و از انتگرال خارج بکنیم. میشه انتگرال h دو منهای h1 دی ah، و در اینجا شما میبینید که h دو منهای h1 یعنی همین ارتفاع این ستونی از المان که اینجا ما داریم برابر با مقدار h هست، h ضرب در دی ah برابر با دی نابلا خواهد شد، یعنی حجم این المانی رو میده که شما الان در اینجا دارید میبینید. خب بنابراین انتگرال دی وی برابر خواهد بود با مقدار خود وی، یا اگر مفهوم آب جابجا شده رو بخوام در نظر بگیریم، یعنی گفتم اینو به صورت یک حجم می‌بینیم که در داخل آب قرار گرفته و داره آب جابجا میکنه، با نابلا نشون میدیم و به صورت نابلا بیان میشه، اف بی نیروی بویانسی در نهایت برابر خواهد بود با گامای ضرب در نابلا، که اینجا با این فرض بودش که مقدار گاما ثابت هست. اما هیچ فرق خاصی هم نمی‌کنه، همین مفهوم رو اگر که شما یک سیالی رو داشته باشید در جاهای مختلف و در ارتفاعهای مختلف، مواد سیالی با چگالی‌های مختلف وجود داشته باشه مثل این شکلی که اینجا می‌بینید، بازم هیچ فرقی نخواهد کرد. میگیم این حجم در چگالی سیالی که در اینجا وجود داره، این حجم در چگالی سیالی که اینجا وجود داره، و این حجم هم در چگالی سیالی که اینجا وجود داره. بنابراین رو جی ضرب در وی در هر قسمت رو حساب می‌کنه، نیروی بویانسی مربوط به قسمت خودش رو میده. اینجا هم که سطح آزاد هست، اگر این در روی سطح آزاد بود، یعنی سطح آزاد قطع میکرد به چه صورت بود؟ ما فقط قسمت‌هایی رو که داخل سیال قرار گرفته رو محاسبه میکردیم و اون قسمتی که در از سیال بیرون هست و باهاش کاری نداشتیم، چون برای ما نیروی بویانسی ایجاد نمیکرد. دقیقا مثل یک کشتی که ما که روی سطح آب قرار میگیره، فقط اون قسمتی بویانسی تولید میکنه که در داخل آب وجود داره. ما در ارتباط با هیدروستاتیک و پایداری کشتی هم قبلا مباحث کاملی رو خدمت شما گفتیم. در مجموعه فیلم های آموزشی درس هیدروستاتیک ما قبلا 22 ساعت کامل برای شما از مبحث هیدروستاتیک و پایداری کشتی خدمت شما گفتیم. یکی از موارد مهمش مثلا همین تغییرات شگالی بودش، یک جسم همگنی که در داخل سیال قرار میگیره، در اون شرایط شرط پایداری رو براش استخراج کردیم، شرایط قوطه‌وری رو استخراج کردیم از نظر هیدروستاتیک، شرایط پایداری رو استخراج کردیم روی سطح آب و زیر آب، و اینها همه مباحثی هستش که قبلا به طور کامل بیان شده. اینجا دیگه تکرار حرفای قبل رو نمیخوام بکنیم، کسانی که علاقه من هستن دوباره باید برگردن و این مباحث رو یک مروری بکنن که مسلما تا الان حضور ذهن دارن و خاطرشون هستش که ما از چی داریم صحبت میکنیم. اما در انتهای این جلسه در ارتباط با اون موضوع چند دقیقه تعامل که خدمت شما گفتم، میخوام روی خزینه کرد سرمایه های ملی و ثروت هایی که در کشور وجود داره خدمت شما یک توضیح مختصری بدم. نکنید ما همیشه در جامعه میشتیم که میگن آقا پول نفتمون رو بدید خرج بکنید، پول نفتمون کجاست، پول نفتمون کجاست. خب نکنید این حرف یک حرف خیلی ناپسندی هست، یک حرف کوچه بازاری هست و معمولا قشر تحصیل کرده و اهل فکر جامعه نباید هیچ وقت این حرف رو بزنن. چرا؟ چون که شما چیزی رو حق دارید خرج بکنید که خودتون به دست آوردید. وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که ثروت نفت و گازی که در یک کشور هست مثلا 250 میلیون سال طول کشیده که این تشکیل بشه، خب اینها نسل‌های قبل ما که خبر نداشتن، نسل‌های بعدی ما از این ثروت باید استفاده کنن. قطعا از خودشون خواهند پرسید که ما در کشوری بودیم که این همه ثروت نفت و گاز بوده، این ثروت رو کجا استفاده کردن، چگونه استفاده شده. در کشوری مثل ایران که معمولا دولت‌های مختلف به فکر جذب رأی مردم هستن برای دور دومشون یا برای کلاً آروم نگه داشتن مردم، شما نگاه می‌کنید می‌بینید که ثروت نفت و گاز در کشورهای مثل ما به بدترین نحو ممکن استفاده میشه. چگونه این سوبسیدهایی رو که برای مصرف بی‌رویه نفت و گاز به ما میدن، نفت، بنزین، گازوئیل، هر یک از سوخت‌های فسیلی که مد نظر هست، نتیجه این چی خواهد بود؟ مصرف بی‌رویه این سوخت‌های فسیلی که 250 میلیون سال طول کشیده که ایجاد بشن و نتیجه‌ش هم آلودگی خواهد بود. از طرفی شما اون ثروتی رو که میتونستی بفروشی و پولش رو بیاری مستقیما در کارهای عمرانی و علمی سرمایه گذاری بکنی، به کشورتون از نظر علمی غنی بکنی،
ماحصل دانش مهندسیشو بیاری در کارهای عمرانی و صنعتی استفاده بکنی و یک استقلال و یک درآمدزایی همیشگی و ابدی برای کشور خودت مثلا به بار بیاری، متاسفانه اینطوری نیستش. سرمایه های ملی کشور ما همه خرج به اصطلاح روزمرگی میشه و سرمایه گذاری برای نسلهای آیندهمون نمیشه. چقدر این حرف برای من و برای هر تحصیل کرده در این کشور تلخ خواهد بودش که ما بگیم که آقا ما از مردم کوچه بازار میشتمیم که میگه پول نفتمون رو بدین خرج بکنیم. آقا یکی نیست از اینا بپرسه که شما چه حقی دارید از این نفت، چه زحمتی برای این نفت کشیدید. البته خب دولت ها هم باید دقت بکنن پولی رو که منظوری نستش که به مردم نمیدن خودشون هم چپاول نکنن و در جایی که نادرست هست استفاده بکنن. منظور این هستش که این ثروت ها رو بیارن در پروژه های عمرانی و در کارهای بزرگ استفاده بکنن. نکنید ما خیلی از مواقع خودمون از اعراب خلیج فارس، آسیای جنوبی خلیج فارس بالاتر و برتر میدونیم، در صورتی که نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا اونها خیلی عالمانه تر، بهتر و فکر شده تر از ما کار میکنن. ثروت نفت و گازشون رو خرج یک سری کارهای عمرانی میکنن که تبدیل کردن کشورهاشون به مراکز توریستی و تفریحی دنیا. میلیاردها دلار در سال درآمد دارن، از سراسر دنیا جذب گردشگر و توریست دارن و تونستن به پشتوانه این ثروتشون کشورهای بیابونی محض خودشون رو تبدیل به مرکز گردشگری دنیا بکنن. خب این رو شما میتونید احتمال بدید که این سرمایه اینها البته خیلی هم ماندگار نخواهد بود، چون اینها خودشون ثمری از دانش ندارن، همه چیزشون رو اروپایی‌ها براشون تامین میکنن. خب این ساختمونای هم که بالاخره بعد از 50 سال 100 سال حد اکثر 200 سال اینا از بین خواهد رفت، اون موقع اینا دیگه نفت و گازی نخواهند داشت. اگر به فکر سرمایه های مولد نباشن و خودشون نتونن کاری بکنن بالاخره یک روز اینا از بین میره. ولی باز کاری که اونا میکنن از ما ایرانی ها خیلی بهتر است. نباید غرور بیجا داشته باشیم. فقط منم های ما ایرانی ها خودمون رو کشته و هیچ خبر نداریم که از قافله عقب هستیم. همین اعرابی رو که ما داریم میگیم نکنید در این زمین ها سرمایه گذاری میکنن، ولی در همین ایران ما در همین سال 96 که الان من دارم این فیلم رو ضبط میکنم کل سوبسید انرژی که در کشور ما داده میشه 50,000 میلیارد تومان هست. خیلی تاسفناکه که شما نگاه بکنید کل بودجه عمرانی سال 96 ما کمتر از 60,000 میلیارد تومانه. یعنی معادل سوبسیدی که داده میشه به ایرانیا که بنزین یارانه ای، گاز، همینطور موارد دیگر رو مفت و مسلم بسوزونن بره، برابر بوده با کل بودجه عمرانی کشور. این چقدر بده. نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که مصرف سوخت در ایران و مصرف انرژی در ایران 5 برابر متوسط جهانی باشه. یعنی اگر یک نفر ایرانی با غیرت و با فکر و اندیشمند باشه باید از غصه دق کنه واقعا که چقدر این فرصت ها داره از دست میره، این ثروت کلان داره از دست میره. برای چی؟ برای اینکه ما مردمی هستیم که عادت کردیم به بیهوده مصرف کردن، عادت کردیم به حرفهای نابجا زدن. یک جا میشینیم 50 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت همینطور حرف میزنیم، از سیاست و کیاست و از همه دریم الحمدلله صاحب نظر هستیم و حرف میزنیم که چرا آقا پول نفت ما رو نمیدن، چرا اگه بنزین گرون میشه به چه دلیل هست، ما نفت داریم، گاز داریم، باید همه چی بنزین اصلا مفت مسلم باشه، چرا باید باشه آخه، به چه دلیل باید باشه. همین هست که شما نگاه میکنید میبینید که تمام شهرهای ما و خیابونهای ما پر شده از اتومبیل‌های تکثرنشین. چرا؟ چون بنزین مفت هست. چرا در هر خونه ما مثلا چند شعله گاز داره میسوزه؟ در کدوم کشور اروپایی اینطوری انرژی مصرف میکنن؟ چون مفت هست. چون سرمایه رو قدرش رو نمیدونیم، چون نمیفهمیم که این سرمایه‌ای که 250 سال طول کشیده که ایجاد بشه رو ما نباید در یک مدت زمان کوتاهی بسوزونیم و بره. و این متاسفانه حرفی هست و بحثی هستش که کمتر جای شما میشنوید. من وظیفه خودم میدونم که اینها رو به شما بگم، حداقل اگر قبول نمیکنید یک مقدار فکر بکنید روی این قضايا. من نمیخوام چیزایی که در چند دقیقه تعاملی که میگم شما لزوما بپذیرید. طبیعتاً خب قشر تحصیل کرده اید، هر چیزی رو باید فرصت داشته باشید فکر بکنید. واقعا خودتون بشین فکر بکنید ببینید که آیا واقعا اگر کشورهای اروپایی ثروت ما رو داشتن به این صورت هزینه میکردن یا صرف کارهای عمرانیشون میکردن. قضاوت با شما. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.